سلام عرض کنم خدمت همه شما عزیزان. آرمان قاصدیان هستم. با اولین جلسه از تحلیل کتاب در خدمت شما عزیزان هستم. در تحلیل کتاب ما هر جلسه یک کتاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه آنالیز میکنیم و مزایا و معایبش رو با هم بررسی میکنیم و در خدمت شما عزیزان قرار میدیم. حتما با من همراه باشید. امروز قراره با هم یک کتاب بیر رو به صورت کامل تحلیل کنیم. تحلیلی که شما در هیچ جای دیگه ندیدید. حتی در زبان‌های خارجی هم اگه بخواید سرچ کنید پیدا نمی‌کنید. همه نشستن یه قسمت‌هایش رو زدن. ما قراره از شماره 1 تا آخر رو تحلیل کنیم، دونه به دونه آنالیز کنیم، تمرین‌ها رو در یک ویدیو آموزشی در خدمت شما عزیزان بذاریم. حتما با من همراه باشید. فردیناند بیر یک نوازنده و آهنگساز آلمانی بوده. این کتاب به بیش از 100 زبان زنده دنیا ترجمه شده. در ایران انتشارات بسیاری اونو منتشر کردن، ولی من انتشارات سرود رو بیشتر میپسندم چون به اصل کتاب خیلی وفادارتر بوده. تمرین‌های بیر جهت تقویت انگشتان، تقویت قدرت نوازندگی، تقویت مهارت شما، تقویت تکنیک ها و همچنین بالا بردن دانش موسیقی شما برای تئوری موسیقی و هارمونی به کار میبره. تمرینش به نحوی که از سمت ساده به صورت تدریجی به سمت پیشرفته میره. یکی از چیزهای جالب بگیر تنوع و ایجاد چالش برای نوآموزان هستش. شما را علاوه سرعت، ریتم، گام، اسم نوت، ضرب نوتا، جایگاه نوتا و سایر چیزها به چالش میکشونه و با تمرین، مخصوصا اگر با مترونوم باشه، خیلی به درد شما میخوره و کمکتون میکنه. در ایران جدیداً باب شده که گفتن این کتاب منسوخ شده یا بسیار قدیمی نامعتبر هستش. این در حالی که این کتاب مورد تایید جامعه موسیقی جهانیه و محبوبترین و معروفترین کتاب در سطح جهانه. این گفته من نیست، با کمی تحقیق متوجهش خواهید شدش. مهد دوستانی دارم در کشور آلمان و اتریش که اینا مهد موسیقی دنیا هستن که در دانشگاه‌هاشون گفتن که این کتاب به اجبار باید پاسش کنن. حتی در داخل ایران بزرگترین اساتید موسیقی ایران و تئوری ایران مثل استاد پرویز منصوری کتاب رو ترجمه کردن و توصیه کردن. در دانشگاه داخل ایران و هنرستان‌های موسیقی ایران این کتاب تدریس میشه. این کتاب بسیار کتاب معتبر و ارزشمند و صحیحیه. عزیزان، ممکنه که در واقع متدهای جدید و بروزتری در دنیا اومده باشه که اونها هم خیلی کارآمد باشن، ولی دلیل نمیشه یک منبع معتبر جهانی رو زیر سوال ببریم. من نه تایید میکنم نه در واقع مخالف اینم که بیر کتاب عالیه یا نه، ولی سالهاست مثلا از بچگی از سال 80 که موسیقی رو شروع کردم با این کتاب بخت شدم و زدمش و دیدم چه تأثیر در من و هنر جهانم داره و خواهش میکنم که راجبش تحقیق کنید و اگر نظر منفی دارین بدونه که این کتاب هیچ گونه ایراد و غلطی نداره و بسیار کارآمده، مخصوصا که الان که قرار است تمرین یک تا آخر آنالیز کنیم شما متوجه خواهید شد. اگر اینطوری باشه که هر منبع قدیمی باشه نامعتبره، بس باید گفت بتوون، موزارت، تمام کارشون دیگه نامعتبره، باخ کارش نامعتبره، یا مثلا در ادبیات خودمون حافظ و سعدی که نزدیک قرن 7 و 8 بودن، بس اونها هم در واقع کارشون نامعتبره و ارزشی نداره. بس صحیح نیست این حرف. از کتاب بیر به عنوان یکی از قدیمی ترین منابع معتبر برای آموزش پیانو یاد میشه، به طوری که اونو خیلی ها مادر توتای و متدهای امروزی میدونن. یعنی کتابایی که امروزه در زمینه آموزش پیانو هست رو رفرنس اصلیش رو اون میدونن که باعث پیشرفت شده و متدها و توتای امروزی به وجود اومده. پیشنهاد من اینه که حتما اینها رو هم با مترونوم تمرین کنید. و چجوری باید تمرینش کنید؟ زدن کتاب بیر معمولاً حدوداً 2 سال طول میکشه، حالا ممکنه یه خورده کمتر یه خورده بیشتر. جوری تمرین کنید که در کنار آهنگتون باشه. اینجوری نباشه که در واقع فقط بیر رو بزنید تموم که شد حالا برید آهنگ رو شروع کنید، قطعات آهنگی رو شروع کنید. خب ممکنه خیلی طول بکشه، هنر رو زده بشه. بهترین روش این هستش که بیر کلاً قطعات متد و اتود در کنار آهنگا همزمان باشن که هنرجو هم در واقع قطعات آهنگیشون رو بزنه و هم درسای اصلی رو از کتابای متد دنیا بگیره. حالا متد میتونه بیر یا هر چی باشه. امروز هم ما داریم فقط کتاب بیر رو با هم دیگه آنالیزش میکنیم و نمیگیم خوبه نمیگیم بده. اینکه چه کتاب متد رو شروع کنید فقط استادتون بر اساس شرایط شما انتخاب میکنه. مثلا من خودم هنرجوم رو میبینم، آنالیز میکنم شرایط سنی، هوش، استعداد و سایر چیزها رو، بعد میگم چه کتابی به دردت میخوره. بیر یکی از گزینه‌هاست. حالا بریم با هم دیگه این کتاب رو از تمرین 1 تا آخر آنالیز کنیم. خب عزیزان، می‌بینیم که کتاب رو از صفحه اول شروع کنیم به آنالیز کردن. از صفحه 4 تا 6 صفحه ابتدایی ما با نوت‌خوانی کلید سولوفا آشنا میشین، با فواصل، ضرب هر نوت، خط میزان، نوت‌های نقطه دار، میزان نما، بمول، دیز، بکار و نوت‌های آنارمونیک و همچنین کلاوی‌ها به صورت کلی آشنا خواهید شد.
صفحه هفت کتابتون تمام نوت‌ها رو شما در کلاوی‌ها و جایگاه اونا رو روی کلاوی پیانو به شما نشون میده. تمرین عملی ما از صفحه 8 شروع میشه که صفحه 8 تا 17 ما تمرین رو به صورت هر دست جدا است، دست راست و دست چپ جدا هستش. یه خوبی که این کتاب داره اینه که به عنوان پروفسور هم گذاشته، یعنی که استادتون هم میتونه در کنار شما هم نوازی کنه و ریتمتون رو تقویت بده که خیلی تمرین جذابیه. کار عملی دو دستی از صفحه 19 به بعد در واقع شروع خواهد شد که تمام ظرف‌های اصلی رو داره، گرد، سفید، در واقع سیاه، نوت‌های سفید نقطه دار و ظرف‌های اصلی داره به غیر از چنگ و چیزهای دیگه که شما رو به اون آشنا میکنه. و جفت دستا کلید صلح هست. متد این کتاب به این صورتی که اول با جفت دست کلید صلح شروع میکنه. از صفحه 21 دستا شروع میکنه به جابجایی شدن و شما رو با جابجایی کردن پوزیشن‌های دست آشنا میکنه. از تمرین شماره 29 به بعد که واردش بشیم که الان من خدمت شما میارم، شما با خط اتحاد آشنا میشین. تمام در واقع دانش تئوری رو در خدمت شما کتاب کاملا میذاره. تمرین 32 به بعد که واردش میشیم، شما متوجه میشید با نوت‌های بالای خط آشنا میشید که چجوری نوت‌خوانیشون انجام میشه. و همچنین تمرین 35 به بعد نوت‌های پایین خط، یعنی دیگه فقط نوت‌های روی خط و بین خط نیست، نوت‌های بالای خط و نوت‌های پایین خط بررسی خواهد شدش. از تمرین 44 بعد خیلی جذاب خواهد شد به این علت که شما از تمرین 44 به بعد با نوت‌های چنگ هم آشنا خواهید شدش. همچنین یه سری تئوری‌های خیلی مهم از تمرین 46 به بعد دارید. چه نکاتی مثل ولت اول و دوم که شما دارید اینجا مشاهده می‌کنید، علامت HVA یعنی با جابجایی‌ها شما آشنا میشید از این تمرین به بعد و خیلی در واقع نکات مهمی داره این تمرین. از تمرین بعدی به بعد، تمرین 48 به بعد، شما دیگه سیاه نقطه دار و در واقع اتحادها رو با هم دیگه خواهید داشتش که الان خدمتتون میارم به این صورته. شما با سیاه نقطه دار آشنا میشین و همچنین خط اتحاد مثلا نشونتون داره میده توی این میزان، دو تا میزان اول جفتشون به یک صورت اجرا میشن، فقط نحوه بیانشون هست که متفاوته. از همین 52 به بعد باز دوباره خیلی چالش باحالی دارید و اونم اینه که ریتمتون عوض شده، ریتمتون 6 8 شده. تا الان ریتمای دیگری مثل 3 4 4 4 و غیره بوده، ولی اینجا با ریتمای ترکیبی مثل 6 8 آشنا میشید. تمرین 54 به بعد خیلی برام مهمه چون شما دیگه با شدت ها آشنا میشید، متسو فورته، متسو پیانو و غیره، و همچنین با جابجایی سر کلیدها آشنا میشید. ببینید مثلا اینجا تمرین 54 گفته فورته، اولین بار شما اینو باید استفاده کنید در قطعه. همچنین دست چپ اومده کلید فا کرد یه لحظه، پس خیلی خیلی تمرین مهمی هستش. از تمرین هم تو به ترتیب داره رو به تدریج سخت‌تر میشه و نکات رو شما یاد میگیرید. ما فقط داریم چند تا از نکات مهم رو یادآوری میکنیم و ببینید شما چه مزایای این کتاب داره. تمرین 62 بعد شما دیگه با مفهوم استکاتو هم در جاهای آشنا میشید. علاوه بر اینکه اومده کلید سولوفا رو با هم دیگه جابجایی کرده، یه جایی با علامت استکاتو هم آشنا میشین، مثل اینجا که علامت استکاتو اومده براتون گذاشته. همچنین تمرین 63 شما با مفهوم استکاتو سیمو هم آشنا میشید، یعنی با تمام مطالب مهم به تدریج داریم و آشنا میشیم. من مجددا 63 رو خدمتتون بیارم نشون بدم. بله اینجا ببینید با استکاتو سیمو داریم آشنا میشیم. از 64 به بعد ما با دوبل نوت ها آشنا میشیم. میبینید اینجا دوبل نوت داریم و با دوبل نوت های فاصله سوم آشنا میشیم. خب این به همین صورت که دیدیمش دیگه. میریم سراغ ادامه. صفحه 48 اولین گام نوازیمون که در گام دو ماژور هست و آشنا میکنه ما رو که دست چپا و دست راستا چجوری باید یک گام رو بزنن و یک تمرین بسیار خوب برای گام ها برای شما نوشته. تمرین 65 دیگه با توجه به گام ها میاد استفاده میکنه به صورت مخالف، معکوس و در واقع در یک راستا شروع میکنه به زدن که خیلی خیلی تمرین های مهمی داره، واقعا تمرین های بسیار مهمی. از تمرین 67 به بعد شما با فاصله ششم آشنا میشید در موسیقی که خیلی خیلی در واقع مهم هستش و پیشنهاد میکنم که حتما حتما اینو انجام بدیم. دیگه از صفحه 50 به بعد شما با گام های بعدی مثل گام سول ماژور مثلا آشنا میشید که در واقع گام سرکیلیتون تغییر کرده، برای اولین بار سرکیلیتون فاش دیز شده که شما باید حواستون باشه فا دیز ها رعایت بفرمایید. بس خیلی تمرین مهمیه، خیلی خیلی زیاد. تمرین 73 بعد همونطور که میبینید کروماتیک زدن رو شما باش آشنا میشید، تمام کلاویای کنار همدیگه با فاصله کروماتیک و همچنین با فاصله های چهارم آشنا خواهید شد در این تمرین که در واقع باید اجراش کنید و ببینید همچنین فاصله دوم و فواصل دیگه هم داره. تمرین 74 تمرین بسیار مهمیه، شما توش تریوله رو یاد میگیرید، دیگه قراره این تو با تریوله آشنا بشید. میبینید تمام نکات تئوری موسیقی رو شامل میشه این کتاب، خیلی کتاب ارزشمند و قابل احترامی هستش این کتاب.
همجور تمرینات داره میره جلو میره جلو. بریم تمرین سراغ 81. تمام اینها رو من آنالیز کردم که دارم خدمتتون عرض میکنم و تکنیک ها و نکاتشو میکشم بیرون که همتون ببینید چه نکات ارزشمندی داره و چه تحلیل دقیقی داریم روش انجام میدیم. در این تمرین 81 شما با مفهوم آناکروسیس که در واقع یک میزان با میزانهای بعدی ضربش متفاوته آشنا میشید و یه چیزی که خیلی مهمه ببینید چقدر بیگر راجع به این قضیه فکر کرده و همه تمرینای تئوری و درسای تئوری رو تمریناش آورده و استفاده کرده. همونطور که ببینید گاما داره هی دائما عوض میشه. بریم سراغ تمرین 83 ببین. از تمرین 83 بعد شما با مفهوم چنگ نقطه دار هم آشنا میشید. در واقع یاد میگیرین که چنگاتون هم میتونه نقطه دار باشه و خیلی خیلی تمرینای مهمی است که برای ما گذاشته. بسیار بسیار مهم. تمرین 86 به بعد ما که واردش میشیم، الان خدمتتون بیارمش. از این تمرین 86 به بعد دیگه ما با سرکار داریم با دولاچنگ ها، یعنی برای اولین بار شما دولاچنگ میبینید و فکر کنید که اینو بعد با مترونوم بزنیم چقدر برای شما میتونه کاربردی و خوب باشه این تمرین. تمرین 87 با بافت پولیفونی آشنا میشیم که چند صدایی بودن رو در دست چپ داریم میبینیم. این مفهوم بسیار مهمه که داره به شما میگه. تمرین 89 ما وسط، من بیارم خدمتتون نشون بدم، وسط قطعه یهو میاد گام رو عوض میکنه. ما هم چیزی نداشتیم، فکر کنید مثلا اولش داره تو گام دو ماژور میزنه، بعد یهو وسط کار میاد گام رو سول ماژور میکنه. پس ببینید چقدر تمرین جالبی میشه. به همین ترتیب تمرین داره سخت میشه. بریم ادامه ببینیم دیگه چه درسایی واسمون داره. مثلا تمرین 99 ببینیم. با نوت‌های زینتی ما رو آشنا میکنه. نوت‌های آچیاکاتو را آپوچیاتو را با تمام نوت‌ها ما رو در واقع نوت‌های زینتی ما رو آشنا میکنه. خیلی خیلی تمرین مهمیه. بریم جلوتر. بریم وارد صفحه 74 بشیم. صفحه 74 تمرین ها عوض میشن، گام های گرماتیکو به ما یاد میده با چه انگوش گذاری باید بزنیمش در یک راست و به صورت محکوس. تمام مدل برای ما در واقع گفته. صفحه 77 به بعد نوع تمرین ها باز دوباره عوض میشه، برای تک دستی میشه. تک دست تمرین بسیار جذابی گذاشته. صفحه 80 بعد بریم ببینیم چه درسایی واسمون داره. صفحه 80 تمرینای برای دو دسته که خیلی تمرینای جذاب و کمک کننده تقویت کننده دست هستش. 84 تا 86 بریم ببینیم چه درسایی واسمون داره. 84 تا 86 هم تو که داریم میبینین گام نوازی یک اکتاو ماژور و مینور رو برامون گذاشته. ببینید چقدر تمرین جذابی داره. و در آخرین صفحه 86 ما رو با آکوردها آشنا میکنه. آکوردهای ماژور و آکوردهای مینور. این بود تحلیل کامل این کتاب و تمام تکنیک‌ها و تئوری‌ش رو برای شما در یک ویدیو آموزشی بررسی کردم. من خودم عاشق دنیای کتاب‌های موسیقی هستم. همیشه دنبال بهترین و جدیدترین کتاب‌های متد دنیا در زمینه موسیقی هستم و سفارش میدم با هزینه‌های خیلی زیاد از خارج کشورم میرسه دستم و تحلیلشون می‌کنم و بهترینش رو انتخاب می‌کنم در خدمت هنرجان عزیزم می‌ذارم. ولی دوست داشتم اولین ویدیوی آموزشیم در زمینه تحلیل کتاب برای کتاب بگر باشه و یه جور ادای دین به این کتاب میدونم. امیدوارم از دیدن اولین جلسه تحلیل کتاب لذت برده باشید. قرار هر جلسه با هم دیگه یک کتاب بسیار مهمی رو آنالیز کنیم و در خدمت شما عزیزان بذاریم. همیشه سلامت، شاد و پیروز باشید.